درسی رو که امروز میخوام شروع کنم از ریاضی سال دهم انسانی، رشته انسانی هستش. فصل اول، عبارتهای جبری. این فصل از دو درس تشکیل شده. درس اولش که راجع به اتحادهای جبری و کاربردهاشو هستش که الان میخواییم راجبش بحث کنیم، و درس دومش در مورد عبارتهای گویا هستش. خب، اتحادها که چند نمونه هستن، من الان از ابتدای کتاب شروع میکنم و از اولین اتحاد توضیحاتمو براتون میگم. یه اتحادی که ما داریم اتحاد مربع دو جمله‌ای هستش. ببینید، مفهوم عبارت مربع دو جمله یعنی چی؟ مربع که در ریاضی به معنای یه عبارتیه که به توان دو رسیده. حالا ما مربع دو جمله داریم یعنی چی؟ یعنی یه عبارت دو جمله که به توان دو رسیده. دو جمله یامون که شامل جمله آ به اضافه بی هستش، که این آ به اضافه بی بعدن جلوتر میریم و مثالهای عددیشو حل میکنیم، به جای آ و بی عدد میذارن و به توان دو میرسه. خب، حالا حاصل این مربع دو جمله چی میشه؟ میگیم ما اینا دو تا جمله هستن، جمله اول که بی هم جمله دوم هستش. حاصل این عبارت میشه جمله اول به توان دو. من ابتدا به صورت فارسی می نویسم واسهتون. جمله اول به توان دو. خب، بین دو تا جمله چی هست؟ علامت مثبت هست. پس میگیم به اضافه دو برابر جمله اول. دو برابر جمله اول ضرب در جمله دوم. درست شد؟ به اضافه جمله دوم به توان دو. خب، پس چی داشتیم؟ جمله اولی به توان دو به اضافه دو برابر جمله اول در جمله دوم به اضافه جمله دوم به توان دو. خب بیایم اینو به زبون ریاضی بنویسیم. جمله اولمون چیه؟ جمله اولمون A هستش. A به توان دو به اضافه دو برابر جمله اول در دوم. جمله اولمون A هست، جمله دوممون B هست. به اضافه جمله دوم که B به توان دو. پس اینجا داشتیم A به توان دو به اضافه دو برابر آ ضرب در بی به اضافه بی به توان دو، که کلا میشه آ دو به اضافه دو آ بی به اضافه بی به توان دو. خب، حالا اگه ما همین عبارت رو داشتیم ولی بین دو تا جمله ایمون، دو جمله ای که مربع شده یا به توان دو رسیده، بینشون چی بود؟ منفی بود. ما اینو میایم به همون صورت تکرار میکنیم، اما این منفی یه تفاوتی ایجاد میکنه واسمون با عبارت بالا. میشه جمله اول که آه به توان دو منهایه، به این منها توجه کنید، دو برابر جمله اول در دوم به اضافه جمله دوم به توان دو. پس وقتی که ما مثبت داریم بین دو تا جمله، این علامت عبارت دو آبیمون هم مثبت میشه. وقتی که منفی داریم، این علامت دو آبیمون منفی میشه، که اینا شامل این دو مورد هست. دو تا جمله ای که به توان دو رسیدن که بهش میگن اتحاد مربع دو جمله ای. اتحاد بعدی که تو کتاب اومده واسهتون گفته به این صورت هست. میخواییم حاصل اتحادی رو به دست بیاریم که شامل دوتا جمله هست که عیناً
عبارات مشابهی هستن A و B، A و B. دو تا پرانتز که بینشون هم ضرب هست که ضرب رو دیگه نمیذاریم. خب بین این دو تا عبارت که کاملا مشابه همن، یک بار علامت مثبت و یک بار علامت منفی داریم. ما وقتی که اینو تشخیص دادیم که عبارت ریاضیمون به این شکل هست، دو تا عبارت هستن که کاملا مشابهن، بینشون ضربه و یه بار مثبت علامت بینشون، یه بار منفی، جواب همچین اتحادی که اسمش اتحاد مزدوجه میشود جمله اول به توان دو منهای جمله دوم به توان دو. توجه کنید همیشه بین عباراتی که در جواب می نویسیم علامت منفی می زاریم. پس جواب نهایی میشه A دو منهای B دو که میشه اتحاد مزدوجمون. خب برای مثال، مثال عددیشو میذارم در ادامه با بقیه اتحادهایی که توی کتاب براتون اسم بردی من مینویسم. اتحاد آخرم بگم، عبارتی مثل x به اضافه a، x به اضافه b. خب ببین اینجا توجه کنید که این اتحاد با این دوتای بالایی فرق میکنه. اینجا دو تا جمله داریم، اینو بچه ها با این یکی اشتباه نگیریم. توی اتحاد مزدوج عبارات داخل پرانتز ها کاملا مشابهه و یک بار بینشون علامت مثبت هست و یک بار بینشون علامت منفی هست. اما اینجا دو تا عبارت با هم دیگه متفاوت هستن. خب حاصل همچین اتحادی چه جوری به دست میاد؟ وقتی که اتحاد جمله مشترک داریم، ببینید این میشه اتحاد جمله مشترک، یک جمله مشترک داریم تو دوتا پرانتز که به اضافه حالا یا منهای یه عبارت متفاوت شدن، عبارتی که تو پرانتز اول A هست و تو پرانتز دوم B هست. خب حاصل این اتحاد میشه جمله مشترک که x هست به توان دو. توجه کنید جمله مشترک تو دو تا پرانتز x به اضافه مجموع جمله های غیر مشترک. جمله غیر مشترک چیه؟ تو پرانتز اول a و تو پرانتز دوم b. پس میشه جمله مشترک به توان دو به اضافه مجموع جملات غیر مشترک ضرب در جمله مشترک به علاوه ضرب جملات غیر مشترک. پس میگیم جمله مشترک به توان دو به علاوه مجموع جملات غیر مشترک در جمله مشترک به علاوه ضرب جملات غیر مشترک، که به طور ساده میشه x2 به اضافه a به علاوه b در x به اضافه ab. خب تا اینجا اومدیم مثال های سه تا اتحادی رو که توی کتاب بیان کرده بود خوندیم. حالا بریم سر حل مسائل عددیشون، مسائل عددی، نمونه های عددی حل کنیم. خب مثال کتاب رو من واسهتون می نویسم. گفته A به اضافه 4 به توان 2، حاصلش رو بنویسید. خب A به اضافه 4 به توان 2، ما بریم نگاه کنیم جزو کدوم یک از این اتحادایی که اینجا خوندیم. ما الان 3 تا اتحاد خوندیم، اتحاد مربع دو جمله ای که یا بینشون مثبت یا منفی. اینا روش به دست آوردن جواب تو هر دوتا مشترکه. فقط اگه منفی بود بین دوتا جمله که مربع شدن، علامت جمله دوم منفی میشه. اگه مثبت بود علامت بینشون، علامت جمله دوم مثبت میشه.
خب اینجا نگاه میکنیم میبینیم ما یه دو جمله ای داریم که این دو جمله ای به توان دو رسیده. خب پس میبینیم اتحاد اون مربع دو جمله ای هست. خب بریم سراغ حل مسئله. به دست آوردن جواب گفتیم جمله اول به توان دو، چون که اینجا علامت مثبت هست به بین دو جمله، اینجا میشه به اضافه دو برابر جمله اول در جمله دوم به علاوه جمله دوم به توان دو. ما طبق توضیحی که دادیم روند حل رو نوشتیم. حالا بیم جواب به دست بیاریم. ای به توان دو میشه ای دو به اضافه دو ضربه در ای ضربه در چهار که میشه به اضافه 8 ای به اضافه 4 به توان دو هم که میشود 16. خب این از حل این اتحاد. بریم سر حل اتحاد بعدی. گفته 3 تا ای منهای 1 به توان دو. اینجا هم میبینیم دو تا جمله داریم، جمله 3 ای و جمله 1 که به توان دو رسیده. فقط بینشون منفیه که اینجا باید توجه کنیم. میگیم جمله اول که 3 ایه به توان دو منهای دو برابر جمله اول در جمله دوم. اینجا منها گذاشتیم چون بین دو تا جمله منها بود. به علاوه جمله دوم به توان دو. توجه کنید جمله دوممون یکه به توان دو. خب بریم سر به دست آوردن جواب نهایی. 3 ای به توان دو میشه 9 ای دو منهای دو سه تا 6 تا 6 ضربه در 1 میشه 6. یه ای هم داریم پس میشه منهای 6 تا ای به اضافه 1 به توان دو که حاصل میشود 1. پس الان دو تا مثالی که حل کردم، یکی مربع دو جمله ای بود که بینشون علامت مثبته، یکی مربع دو جمله ای که بینشون علامت منفی هستش. خب بریم مثال بعدی که کتاب آورده. گفته رادیکال دو به اضافه یک به روی رادیکال دو بی به توان دو. مثال بعدی که کتاب آورده این مثال هستش. خب نگاه کنیم ببینیم از چه روش اتحادی باید اینو حل کنیم. توجه کنید اینجا هم مثالمون دو تا جمله آورده، جمله رادیکال دو و جمله یک رادیکال دو به روی بی که باز به توان دو رسیده. پس باز هم اتحادمون از نوع چی هستش؟ مربع دو جمله ای هستش که میشه جمله اول به توان دو بینشون مثبته. پس میگیم مثبت به اضافه دو برابر جمله اول در جمله دوم. درست شد؟ به اضافه ادامهش جمله دوم که یک به روی رادیکال دو بی هستش به توان دو. خب حالا بریم محاسبات رو انجام بدیم. جمله اول به توان دو، جمله اول چیه؟ رادیکال دو. رادیکال دو بچه ها، این نکته رو اینجا واسه تون بگم، هر عدد رادیکالی که به توان دو برسه رادیکالش از بین میره، پس میمونه دو به اضافه یه. حاصل این عبارت میشه چی؟ دو تا رادیکال دو یک به روی رادیکال دو ضربه در بی. باشه این رادیکال دو که با این رادیکال دو که توی مخرجه میره، درسته؟ پس چی میمونه؟ دو ضرب در یک ضرب در بی میمونه که کلن میمونه دو تا بی به اضافه یه. در ادامه جمله دوم رو داریم به توان دو. خب یک به روی رادیکال دو وقتی به توان دو برسه چی میمونه؟ اینجا یک به روی رادیکال دو ضرب در بی. این یک ضربه در بیو تو صورت در نظر بگیریم، یعنی اینو به طور کلی بی به روی رادیکال دو به توان دو در نظر میگیریم. پس بی به روی رادیکال دو به توان دو، بی به توان دو میشه بی دو، رادیکال دو هم که به توان دو میرسه و رادیکالش از بین میره. پس جواب نهایی شد دو به علاوه دو بی
به اضافه بی به توان دو به روی دو. خب بریم سر مثال بعدی. مثال بعدی گفته رادیکال 3 به اضافه رادیکال 2 رادیکال 3 منهای رادیکال 2. گفته حاصل این اتحاد رو بنویسید. من اتحاد بالا رو جدا کنم که با هم دیگه اشتباه نشه. خب ما چی خوندیم؟ ما گفتیم وقتی که دو تا پرانتز داریم عیناً دو تا جمله مشترک در هر دو تا تکرار شده. خب یه بار بینشون علامت مثبت هست این جمله ها، یه بار همون جمله ها هستن ولی بینشون علامت منفی، که این اتحاد میشد اتحاد چی؟ اتحاد مزدوج. خب جواب اتحاد مزدوج چجوری به دست میومد؟ میگفتیم جمله اول که رادیکال 3 هست به توان 2 منهای جمله دوم به توان 2. درسته؟ جواب اتحاد مزدوج کلا به این صورت بود. حالا بیم جواب نهاییشو بنویسیم. رادیکال 3 به توان 2، ما گفتیم هر عبارت رادیکالی به توان 2 رادیکالش از بین میره خودش میمونه، منهای رادیکال 2 به توان 2 هم که رادیکالش از بین میره 2 میمونه، که حاصل نهایی هم میشه عدد 1. خب مثال بعد x به اضافه 4 x به اضافه 3. این عباراتو اگه نگاه کنیم ببینیم کدوم یک از اتحادها هستش. میبینیم دو تا عبارت داریم که یکیشون مشترکه، x یه بار به اضافه 4 شده یه بار به اضافه 3 شده. خب پس میگیم این اتحاد از نوع اتحاد جمله مشترک هستش. اتحاد جمله مشترک میشد چی؟ میشد جمله مشترک به توان 2 به اضافه مجموع جملات غیر مشترک در جمله مشترک. مجموع جملات غیر مشترک، جملات غیر مشترکمون چی هستش؟ 4 و 3. میگیم مثبت 4 به اضافه مثبت 3 در جمله غیر مشترک x هست به علاوه ضرب جملات غیر مشترک. جملات غیر مشترکمون مثبت 4 و مثبت 3 است که در هم ضرب میشن. پس چی شد؟ شد جمله مشترک به توان 2 به علاوه مجموع جملات غیر مشترک در جمله مشترک به علاوه ضرب جملات غیر مشترک. خب حالا بریم حاصل رو بنویسیم. جمله مشترک x هست به توان 2 به اضافه مجموع جملات غیر مشترک میشه 7 در x که میشه 7x به اضافه ضرب جملات غیر مشترک که میشه 4 3 تا 12 تا. اینم از مثال اتحاد جمله مشترک. خب مثال بعدی که کتاب آورده 3x به اضافه 2 3x منهای 5 هستش که حاصلشو از ما میخواد. خب باز نگاه میکنیم ببینیم این چه نوع اتحادی هستش که از روش حل همون اتحاد ما پیش بریم. دو تا پرانتز میبینیم که یه جمله مشترک 3x تو دوتا هست که یه بار به علاوه 2 شده یه بار منهای 5. ما مثال قبلی هم همین اتحاد جمله مشترک بود، پس طبق اون جلو میریم. میگیم جمله مشترک که 3x هست به توان 2 به اضافه مجموع جملات غیر مشترک که مثبت 2 منهای 5 هستش در جمله مشترک 3x. ببینید وقتی من اینو نوشتم مجموع جملات غیر مشترک، جمله غیر مشترک مثبت 2 به علاوه منفی 5 هستش
که این مثبت در منفی کلن میشه منفی. دیگه من به همون صورت نوشتم مثبت 2 منهای 5. در جمله مشترک به علاوه ضرب جملات غیر مشترک. خب حالا بریم سر محاسباتش. جمله مشترک 3x به توان 2 که کلن میشه 9x2. خب مجموع جملات غیر مشترک مثبت 2 منهای 5 که میشه منفی 3. پس به اضافه اینجا شد منفی 3، یه منفی 3 داریم در 3x، کلن میشه منفی 9x. به علاوه ضرب جملات غیر مشترک مثبت 2 در منفی 5، کلن ضربشون میشه منفی 10. اینجا هم یه مثبت داریم با منفی، کلن میشه منفی 10. پس حاصل نهایی این اتحاد شد 9x2 منهای 9x منهای 10. خب عبارت بعدی آخرین اتحاد این قسمت x به علاوه 1 x به علاوه 2. خب اتحاد چی هستش؟ اتحاد جمله مشترکه که جمله مشترکمون x. پس بریم حل کنیم. جمله مشترک به توان 2 به اضافه جمع جملات غیر مشترک در جمله مشترک به علاوه ضرب جملات غیر مشترک که حاصل میشه چی؟ x به توان 2 میشه x2 به علاوه مثبت 1 به علاوه 2 میشه مثبت 3 در x که میشه 3x به علاوه ضرب جملات غیر مشترک که میشود 2. اینم یه اتحاد جمله مشترک دیگه. خب در مثالای بعدی که در کتاب آورده اومده جواب اتحاد رو به ما داده، گفته شما از روی جواب تبدیلش کنید به چی؟ به اون فرم اتحادی که باید باشه. حالا من مثال میزنم که شما آشنا بشین با این نوع حل سوال ها. گفته 9x2 منهای 16 رو به این صورت داده. گفته شما بیاین این جاهای خالی رو که ما دادیم پر کنید. اول باید اتحاد و حدس بزنیم، بعد تبدیلش کنیم به فرم اولیه اتحاد. ببینید وقتی که ما دو تا جمله داریم، بین دو تا جملمون حتما علامت منفی باشه. بین علامت منفی دقیقا، اگه مثبت بود نمیتونیم بگیم اتحاد مزدوجه. ولی وقتی دو تا جمله داشتیم که دو تا مشخصه داشت، یک علامت بین دو تا جمله منفی بود و دو تا جمله جذر داشتن. الان ما جمله اولمون 9x2 که جذرش میشه 3x، چون 3x رو اگه به توان 2 برسونیم جوابش میشه 9x2. خب جمله دوم 16 هم که مسلمه جذر کامل عدد 16 میشود 4. در این حالت مطمئنیم که این اتحاد اتحاد مزدوج هستش. تو اتحاد مزدوج ما چه عباراتی داشتیم؟ ما دو تا پرانتز داشتیم که دو تا عبارت توش بود. یه بار اون عبارت ها مشابه بودن، فقط یه بار بینشون منفی بود، یه بار مثبت. خب اون عبارت ها چی هن که داخل پرانتزن؟ جذر جمله اول و جذر جمله دوم هن. جذر جمله اول 3x، جذر جمله دوم 4ه که خودش اومده 3x رو واسه همون نوشته. ما هم 4 رو می نویسیم، یه بار بینشون منفی، یه بار بینشون مثبت، که از راه اتحاد مزدوج بودش. خب بریم عبارت بعدی که نوشته x2 به اضافه 2/3 x به اضافه 1/9. گفته اینو تبدیل کنید به اتحاد. ببینید ما وقتی یه سه جمله ای داشتیم که جمله اول و آخر جذر داشتن،
الان نگاه میکنیم میبینیم x2 جذرش میشه x و یک نهم که جذرش میشه یک سوم. خب همچین عبارتی میشه مربع دو جمله بچه ها. دو تا از عبارت ها جذر دارن. به این علامت هم دقت میکنیم. چرا؟ چون این علامت رو نیاز داریم برای بین دو تا عددی که میخواییم قرار بدیم. جذر x2 x جذر یک نهم چیه؟ یک سومه. دو تا عبارت رو می نویسیم، علامت بینشون رو از روی علامت جمله دوم مشخص می کنیم. همونجور که قبلا می خواستیم حاصل اینو به دست بیاریم، توان دوشم من بذارم که بشه مربع دو جمله ای. همونجور که وقتی می خواستیم حاصل این عبارت رو به دست بیاریم، می گفتیم دو تا جمله است که به توان دو رسیده، اگه بینشون مثبت بود علامت جمله دوم رو طبق اون می زاشتیم. پس اینجا هم که میخواییم اتحاد رو برگردونیم به فرم اولیش، باز علامت بین این دو عدد رو از روی علامت جمله دوم مشخص میکنیم. بچه نگاه کنید، این دو سوم x ما تو اتحاد مربع دو جمله میگفتیم چی؟ اولی به توان دو، یعنی x به توان دو. اینجا بنویسم x به توان دو به اضافه دو برابر اولی در دومی به اضافه دومی به توان دو. دقت کنید وقتی اینو به این حالت می نوشتیم طبق اتحاد مربع دو جمله، دقیقا می رسیم به این عبارت. ببینید x به توان دو میشه x2 به اضافه دو ضرب در x ضرب در یک سوم. دو ضرب در یک سوم که میشه دو سوم، ضرب در x می شود دو سوم x به اضافه یک سوم به توان دو که میشه یک نهم. دقیقا رسیدیم به همون جمله‌ای که به ما داده. خب بریم مثال بعد. گفته 4x2 منهای 4x به اضافه 1. خب باز می‌بینیم سه تا جمله داریم، دو تاشون جذر داره. 4x2 که میشه 2x جذرش، جذر یکم که همون یک هست. خب یه چک میکنیم ببینیم جمله دومم هم دو برابر اولی در دو، اولی در همون دومی هست، یعنی دو برابر این دوتا مقداری که جذر داره هست. اگه بود میشه عبارتش اتحادش مربع دو جمله ای، میگیم اولی دو x به توان دو منهایه، چون این منهاست ما هم منهایه، دو برابر اولی در دومی به علاوه دومی به توان دو. چک کنیم، دو x به توان دو میشه 4x2 منهای دو دو تا چهار تا در یک، چهار یکی چهار تا، 4x منهای 4x به علاوه یک به توان دو هم که میشود یک. رسیدیم به همین عبارت. پس درست حد زدیم اتحاد مربع دو جمله ای هست. مربع دو جمله ای علامت بینشون رو از رو چی مشخص میکنیم؟ چون جمله دوم منفیه ما منفی میذاریم. پس دو تا جمله داریم که به توان دو رسیده، میشه اتحاد مربع دو جمله ای. خب بریم سر مثال بعد. وای دو به علاوه سه وای منهای ده. گفته اینو برگردونیم به اتحادش. بازم سه جمله داریم. ما وقتی سه جمله داشتیم یا میشد اتحاد مربع دو جمله ای به شرطی که دو تاشون دو تا از جمله هامون جذر داشته باشن، یا میشه چی؟ اینجا هم سه تا جمله داریم ولی فقط یکیشون جذر داره. وای ده که جذر نداره، عدد ده. خب میبینیم یکیشون جذر داره. ما وقتی که سه تا جمله داشته باشیم که یکیشون جذر داشته باشه نگاه میکنیم، میگیم در این صورت ما دو تا پرانتز باز میکنیم و اون مقداری رو که جذر داشته جذرش رو تو هر دو تا پرانتز مینویسیم. خب حالا ادامه یه پرانتزا چی میشه؟ ما میگیم یه عدد تنها داریم،
یه عددی که ضریب متغیرمون هست که اینجا متغیرمون وایه. عددامون منفی 10 هستن و مثبت 3. خب در این صورت برای پر کردن این دوتا مقدار در پرانتز ما باید دوتا عدد پیدا کنیم که این اعداد چه ویژگی داشته باشن؟ این اعداد باید ضربشون بشه عدد تنها که عدد تنهامون منفی 10 هست، جمعشون مجموعشون بشه ضریب متغیر که ضریب متغیرمون چنده؟ مثبت 3. خب ما تو ذهنمون بررسی میکنیم ببینیم چه عددهایی. ما اگه عدد 52 رو انتخاب کنیم باید حالا به علامتاشون دقت کنیم. 52 میگیم در چه صورت ضربشون میشه منفی، یا باید منفی 5 و مثبت 2 باشن، یا مثبت 2 و منفی مثبت 5 و منفی 2. در هر صورت ضربشون میشه منفی 10، درسته؟ اما ما باید جمع این دوتا عددی هم که انتخاب کردیم بشه عدد که ضریبمونه. در چه صورت مجموع اینا میشه مثبت 3؟ ما میگیم اگه منفی 5 رو به اضافه 2 کنیم حاصل میشه منفی 3، ولی اگه مثبت 5 رو منهای 2 کنیم حاصل میشه مثبت 3، که ما این حالت رو نیاز داریم. یعنی وقتی که علامت عدد بزرگ مثبته که 5، علامت عدد کوچیکه که 2 منفیه، که حاصل میشه مثبت 3، ضربشون هم میشه منفی 10. خب پس میگیم اون دوتا عددی که خواستیم پیدا شدن، مثبت 5 و منفی 2 بودن. خب بریم سر حل مثال آخر از این قسمت. گفته 9x2 به اضافه 18x به اضافه 8. خب نگاه میکنیم اینجا با 3 تا جمله داریم، فقط یکیشون جذر داره، جذر 9x2 که میشه 3x. این یکی جمله، اون یکی جمله آخرمون جذر نداره که بگی میشه اتحاد مربع دو جمله ای. پس در نتیجه میفهمیم که باز هم این چیه؟ اتحاد جمله مشترک. بچه جمله مشترک یعنی چی؟ یعنی دو تا پرانتز که یه جمله شون مشترکه. که اون جمله مشترک چی هستش؟ همونی هستش که جذر داشته، درست شد؟ پس جذرشو می نویسیم. این دوتا عدد از کجا باید پیدا کنیم؟ ما گفتیم دوتا عدد باید پیدا کنیم که ضربشون بشه عدد تنها، جمعشون بشه چی؟ ضریب متغیرمون. متغیرمون اینجا x، ضریبش مثبت 18. خب چه عددهایی پیدا کنیم که ضربشون بشه مثبت 8؟ دو تا عدد که ضربشون بشه مثبت 8 و جمعشون بشه مثبت 18. خب بیایم پیدا کنیم اون دو تا عددو. میگیم الان چند و چند باشن؟ میگیم 4 و 2 رو اگه پیدا کنیم، عدد 4 و 2 ضربشون میشه چند؟ ضربشون میشه 8، مثبت 8. اگه منفی 4 و منفی 2 باشن، باز منفی در منفی مثبت، باز ضربشون میشه 8. خب حالا این مجموعشون چه جوری میشه؟ اگه بخوایم مجموعشون رو بررسی کنیم، 4 دو تا 8 تا 4 به اضافه 2، اینا با مجموعشون بشه 18. 4 به اضافه 2 که میشه 6. اگه منفی 4 به اضافه 2، آها اینجا یه توضیحی ندادم بچه بایتون. اینجا 3x، اینجا ما میگیم این 18x میشه 6 ضرب در 3x. اینجا رو توضیحشو واسه تون بدم، چون که اینجا اون ضریبی که میمونه مثل اینجا، ببینید اینجا y2 جذر شد y، اینجا هم وای داریم،
وقتی که اتحاد جمله مشترک داریم. پس اینجا هم وقتی جذر شده 3x باید یه عددی ضرب در 3x داشته باشیم که ما 18 رو تبدیل میکنیم به 6 ضرب در چی؟ 3x، درسته؟ خب پس حالا عددامون شدن 4 به اضافه 2 میشه 6 که ضریب xمون هست. اگه منفی 4 رو در حالت پایین منهای 2 باشه میشه منفی 6 که ما اینو نیاز نداریم. پس اینجا مثبت 8 و اینجا رو من اصلاح کنم مثبت 6 داریم. من اینو اشتباه نوشتم، مثبت 6 اینو اصلاح کنید. عددامون میشن مثبت 4 و مثبت 2 که ضربشون میشه 8، مجموعشون هم میشه 6. اینجا رو حتما توجه کنید که من از اول این نکتهشو نگفتم که حواستون به حل مسئله باشه. وقتی این عددمون جذرش، اون عددی که جذر داشته جذر شده 3x، اینجا باید یه عدد ضرب در 3x باشه. مثل مثال بالا y2 که جذر شده y، اینم باید یه عدد ضرب در y باشه که توضیحشو دادیم و به جواب نهایی اینم رسیدیم. این مثالم تموم شد. در ادامه مثال دیگه واسه تون حل میکنم. مثال بعدی مثال عددی هستش. گفته این مقادیر رو مقدار ریاضیشون رو به وسیله اتحادها به دست بیاریم. اولین مثالی که دادن عدد 999 به توان 2 بوده که برای راحت تر بودن در به دست آوردن جواب گفته به اتحاد تبدیلش کنید. خب بچه 999 میشه مقدار عددی عبارت 1000 منهای 1. پس به جای 999 میذاریم 1000 منهای 1. خب یه توان 2 داشتیم، اینجا نگاه کنید میشه عبارتش میشه مثل اتحاد مربع دو جمله‌ای که بینش علامت منفیه. ما حاصل اتحاد مربع دو جمله‌ای رو چجور به دست می آوردیم؟ می گفتیم جمله اول به توان 2 منهای 2 برابر جمله اول در دوم. چرا منها؟ چون بین دوتا جمله منها است. به اضافه جمله دوم به توان 2. خب اینجا راحت میان جواب به دست میاریم. اول داریم 1000 به توان 2، 1000 ضرب در 1000 که میشه 1,000,000 منهای 2000 ضرب در 1 میشه منهای 2000 به اضافه 1. خب اینجا به راحتی جوابو به دست میاریم. 1,000,000 منهای 2000 به اضافه 1. 1,000,000 منهای 2000 میشه 998,000، ولی چون به اضافه یکی هم داریم میشه 998,001. خب برم سر مقدار عددی بعدی که داده. گفته حاصل 96 ضرب در 104 رو با استفاده از اتحاد به دست بیارید. خب ما یه ذره دقت میکنیم میبینیم 96 و 104 چه نسبتی با هم دارن؟ مقدار 96 همون مقدار 100 منهای 4 هست ضرب دره. عدد 104 مقدار عبارت 100 به اضافه 4 هستش. خب ما ابتدا اینا رو تبدیل کردیم. حالا میبینیم چه اتحادی واسه ما تشکیل شده؟ میبینیم دو تا عبارت کاملا مشابه داریم که یک بار بینشون منفی و یک بار بینشون مثبت هست. وقتی ما به همچین چیزی برمیخوردیم میدونستیم باید از راه اتحاد مزدوج حلش کنیم که میشد جمله اول به توان 2 منهای جمله دوم به توان 2. توی اتحاد مزدوج همیشه این منفی ثابته. وقتی دو تا پرانتز داشتیم که توشون دو تا جمله مشترک بود با علامت‌های متفاوت به این صورت نوشته میشه. خب 100 ضرب در 100 که میشه 10,000 منهای 4 4 تا هم 16 تا. 10,000 منهای 16 که میشه 9,984. و ما آخرین مثالی از این نمونه که بهمون داده
عدد 102 به توان 2 است. خب 102 به توان 2 ما میگیم میتونیم به صورت 100 به اضافه 2 به توان 2 بنویسیم. یه عبارت دو جمله‌ای که بینشون علامت مثبت و به توان 2 رسیده. میشه نوعش اتحاد مربع دو جمله‌ای. جمله اول به توان 2 الان می‌نویسیم به اضافه 2 برابر اولی در دومی، چون اینجا مثبت، ما هم جمله دومو بر همون اساس علامت گذاری می‌کنیم، به علاوه جمله دوم به توان 2. خب 100 100 تا که میشه 10000 به اضافه 2 ضرب در 100 ضرب در 2 هم که میشه 400 به اضافه 2 به توان 2 که میشه 4. 10000 به اضافه 400 به اضافه 4 که میشه 10400 و 4 مقدارشون. خب اینم از سه مثالی که روش کاربردی اتحادها رو در به دست آوردن اعداد چند رقمی میخواستشون که ما حلشون کردیم. این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده.